هر ولایت و کاری که اینجا بنیان گذاری شده، این بنیان های معرفتی رو برای دانشجویان ما، برای در واقع کسانی که در این آموزش ها قرار دارن فراهم میکنه و به اونها سلاح قوی رو برای مواجهه با این جریان فکری که خودش رو در قالب تمدن جدید داره نشون میده به اونها در اختیارشون قرار میده. چه مواردی معلمین ما رو در بحث‌های فرهنگی و اعتقادی تهدیدشون میکنه؟ من به عنوان معلمی که آموزگار ابتدایی هستم دارم به عینه میبینم که توی جامعه، چه از طرف والدین دانش آموزام، چه اطرافیان، یا گاهی اوقات میشه از طرف خود همکاران، هم با یه شبهاتی روبرو میشیم، یه سوالاتی مطرح میشه که اگه من خودم پایه اعتقادی قوی نداشته باشم، امکان این هست که خودم هم دچار شک و تردید بشم نسبت به مسائلی که پیش میاد توی اطرافم. تهاجم فرهنگی باعث میشه الان خودتونم تو جامعه میتونید ببینید خیلی ها دچار این مشکل شدن، و اینکه اگه معلم از یک مثلا دور اون تفکرات اسلامیش یه حساری نکشه، این تفکرات دچار خدشه میشه. یکی از حالا چیزهایی که دشمنانش تاکید دارن همین افرادی هستن که در زمینه‌های فرهنگی فعالن، و خب با گذروندن همچین دوره هایی که به چون و چراهای ذهن ما پاسخ میده، ما میتونیم راحت تر در برابر این جنگ فرهنگی مقاومت کنیم، مقابله کنیم. حکومت دینی هیچ اقدامی بدون تفکر و برنامه ریزی حق نداره انجام بده. ژرف‌اندیشی، تکامل، پویایی. می‌فرمان اگر فکر نکنید سقوط می‌کنید. برای هر کاری باید فکر کنید. طرح ولایت حالا همونجوری که احتمالاً بدونید از سال 75، از اون موقع حالا این بحث طرح ولایت با هدف پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی برگزاریش آغاز شد. مبدع این طرح حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه بودند، و خب این دوره فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 27مین دوره طرح ولایت هست که آمار برادر و خواهری که توی این دو دوره خدمتشون هستیم حدود 2000 نفر هست که در به حساب یک دوره همین ایام شروع میشه و یک دوره هم انشالله 5 مرداد آغازش هست.